خوش اومدید به قسمت اول از مجموعه 10 قسمتی شاهنامه مهاجرت به آلمان. من مهدی زارعی هستم، کارمند و مشاور رسمی بانک در آلمان و همینطور دانشجوی رشته اقتصاد تخصصی بانکی در دانشگاه فرانکفورت آلمانی، که از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های دنیا و آلمان در زمینه مالی. این قسمت، یعنی قسمت اول، راجع به تصمیمه. قرار از اون تصمیمی که تو ذهنت حتی شروع کنم تا اینکه اومدی آلمان به کدوم شهر را سعی کنی بری، تحصیلی بیای، کاری بیای، پناهندگی بیای، فرقش چیه، آلمانی ها اینجا چجوری هن، ایرانی ها چجوری هن، ایالت های مختلف و شهرهای مختلف آلمان، خب قطعا من فرق داره، رفتار آدماش با هم فرق داره. سعی کنی تو کدوم ها بری، از کدوم سایت ها خونه پیدا کنی، کار پیدا کنی، ماشین پیدا کنی، اول از همه چیکار کنی، گواهینامه چیکار کنی، بین المللی بکنی نکنی، همه اینا رو قرار از تصمیم تو ذهنت تا اون لحظه‌ای که میای آلمان به سر و سامون میرسی برات تصویرسازی کنم. قراره یه سری تلخ و شیرینا بهت بگم که اون دوستت، اون فامیلت، اون بلاگری که دنبالش میکنی اینا رو بهت نمیگه. خب یا فقط شیرینشو داره بهت میگه یا فقط تلخشو، یا کلا بهت نمیگه، که جلو نیفتی ازشون و تا آخر دنبالشون کنی. کوچولو کوچولو یاد بده، کوچولو کوچولو هی دنبالش کنی. یهو 3 سال از عمرت رفت، تو هنوز ایرانی، هنوز داری زبان میکنی و هنوز یه اطلاعات درست ازشون نگرفتی. پس این ویدیو قراره همینجوری که از اسمش معلومه شاهنامه باشه، یعنی بمونه از الان شاید تا چندین سال آینده یه سری اطلاعاتمون بعضیس به قول آلمانی که خودشو تغییر نمیده و تا آخر میمونه و به درتون میخوره. بریم واسه شروع. موضوع اول و مهمترین چیزی که راجبش باید بهتون بگم اینه که الان شما اگر 17 18 20 30 سالتون هست، از یه نوزادی که فرض بگیریم همین الان وسط ویدیو من به دنیا اومد، اندازه سنت عقبی. فرض میگیریم شما 20 سالته، یه نوزاد همین الان به دنیا اومد، از ایشون شما 20 سال عقبی. پس یعنی اگه 20 سالته، از یه 20 ساله آلمانی 40 سال عقبی. خب این 40 سال رو بعد بتونید تو 1 2 3 4 5 سال اولت که میای آلمان جبران کنی و گاهن ازش بزنی جلو. خب قطعا سخته، غیر ممکن نیست. خیلی ها هستن، من نمونه یه نمونه کوچیک از این افراد و خیلی های دیگه، فرزن نه ایرانی، مهاجرای دیگه، زدن جلو. خود من وقتی آزوبی جدید میاد که آسپیلون کنه پیش ما، یا حتی از آلمانی ها هم کاره من، میذارمشون زیر دست من کار یاد بگیرن، میذارمشون زیر دست من یاد، با اینکه آلمانی هست اونجا هم رده من، چرا میدنش به من؟ خب چرا وقتی مثلا میخوان با یه روزنامه چیزی چی میگن مصاحبه کنن، به عنوان نماینده مثلا حالا جووناشو منو میفرستن؟ خب یه چیزی هست دیگه، که پس تونسته آدم بزنه جلو. موضوع منم نیستم، نه، من چون دارم با شما حرف میزنم به عنوان یه دوست دیگه، از خودم دارم مثال میزنم. تو وقتی با دوست حرف میزنی کیو مثال میزنی؟ خودتو میزنی. پس لطفا کسی به خودش نگیره، نگی اومده خودش تعریف کنه، نه، من یه مثالم از شما. پس حرفم چیه رفیق؟ اگه من تونستم به عنوان رفیقت، به عنوان همنوعت، به عنوان کسی که از کف جامعه مثل تو اومده اینجا، تونستم بشم نماینده کلاسمون توی دانشگاه اقتصاد فرانکفورت، پس تو هم میتونی بشی. خیلی دیگه هم تونستن. میدونی چی میگم؟ من استثنا نیستم، گفتم فقط داریم من رو در رو حرف میزنیم، من از خودم میگم، تو از خودت میگی. خب پس اینجا باید یه جمله از ویل اسمیت بهت بگم، اگه 7 بار خوری زمین 8 بار باید پاشی. دقیقاً اینجا تو آلمان همین شکلیه. اگه هر چقدر مشکل برات پیش اومد، ببین، هر چقدر راد تنگ شد، هر چقدر فشار رو کمرتو خمتر کرد، تو باید ادامه بدی. نمیخوام سخنهای انگیزشی بزنم چون من خودم زدشم، چرت و پرته، اونا انگیزه کاذبه، ولی دارم بهت من خبر میدم از قبل. خب دارم بهت از قبل خبر میدم، قراره این بار انقدر بزنم بود کمرت صاف خمشه، ولی بعد یه مدت یهو صاف میکنی، کمر شده انقدر عضله، وقتی دیگه هیچ کی خمت نمیکنه. میدونی چی میگم؟ راجع به سخت کوش بودن و جنگی بودن تو آلمان حرف زدی. اگه تا اینجا اوکی بودی، پس یه تیک بزن تو یه مورد از موردهای اومدن به آلمان رو داری. مورد دوم، زبان آلمانیه. زبان آلمانی رو تو باید بتونی باش کنار بیای و باید به خود بقبولونیش واقعا، چون که 1 منطق نداره، 2 حفظی نیست، و 3 اگه سخت‌ترین زبان دنیا چینیه و بعدش شما فکر می‌کنید عربیه، من بهتون قول میدم آلمانی اونا سخت‌تره. از چینی شاید نه، ولی از عربی قطعا. چرا؟ چون ما عربی خوندیم دیگه، نگاه کن، مذکر داره، مؤنث داره، مؤنثش رو راحت میشه فهمید، حالا ا میگیره تش یا ت چسبان میگیره، مثلا مثل شجرت، این حرفا بگذاریم، ولی آلمانی هیچ معلوم نمیکنه. خب این بده. چرا؟ چون الان برای مثال انگشت مذکره، مثلا این کمدی که جلو منه مذکره، دیگه چی داریم؟ کفش مثلا یه جفت کفش مؤنثه، خودم هم قاطی کردم، مؤنثه. کیف
مؤنثه. میدونی اینا فقط هیچ جور نمیتونی حفظش کنی، هزار میلیارد لغت داریم و نمیتونی حفظ کنی، فقط با تجربه، استفاده و غیره. بعد این مؤنث بعضی موقع ها که تو حالت ژنتیو زبان میخوای به دستش بیاری مذکر میشه و اینو شاید من و شما چون تو فارسی نیست حس نمی کنیم، تو انگلیسی هم نیست حس نمی کنیم، ولی تو آلمانی وقتی یه چیز مذکر رو با آرتیکل مؤنث بگی خیلی بده. خب میدونی یه چیزی که کلا قاطیش میکنی. پس خلاصه باید اینو بدونی که اینجا آمریکا و کانادا نیست که انگلیسی خیلی راحت یادش بگیری. 6 ماه یارو میره انگلیسی دیگه ری حرف میزنه. دیدید که دیگه خودتون I was like you know اینجوری میشن. دیدید میدونی چرا؟ چون انقدر زبان ساده است، سری میشینه تو مغز. ادا در نمیارن ها، میدونم من ادا در نمیارم، من خودم رفیق دارم. انقدر زبان ساده است، سری میشینه رو مغزشون، جای زبان مادری رو سری پر میکنه. خب ولی آلمانی هیچ وقت اینطور براتون واقعا نمیشه. من افرادی میشناسم بعد 30 سال تو آلمان، بعد 10 سال تو آلمان، بعد 15 سال تو آلمان هنوز دهم آمریکا سری میفهمی خارجی. و خب میگم این سه چیزا واقعا سخت یادگیریش و من بهشون حق میدم چون خودم هم تو از 20 سالگی تا الان یاد گرفتم. اوکی الان در حدی هست که میگم سرمو بالا بگیرم، کارمو راه بندازم، ناممو بنویسم، با همکارام سر کله بزنم، با مشتری سر کله بزنم، بدون اینکه مشکلی پیش بیاد و خجالت بکشم یا اشتباه حرف بزنم گاهن. ولی موضوعی که هست بازم گفتم هنوز که هنوز من لغت‌های جدید یاد میگیرم، تمومی ندارم. موضوع سومی که میخوام بهتون بگم موضوع زندگی اجتماعی تو آلمانه. ببینید این موضوع انقدر مهمه و درگیرت میکنه، همه رو درگیر کرده و میکنه، اینه که من براش یه قسمت سوا و مجزا در نظر گرفتم جلوتر. ولی اونجایی که این موضوع خیلی مهمه و رو تصمیمت، چون این قسمت راجع به تصمیم تاثیر میذاره، عجب موتوری خب تاثیر میذاره، من اینو الان توی این قسمت یه پیش نیاز بهت میگم. ببین زندگی اجتماعی تو آلمان اصلا مثل ایران نیست. ایران واقعا خیلی مردم با اینکه زندگی سختی دارن شادترن، جدا از اون خیلی دوست و رفیق و آشنا و فک و فامیل داری، کم نمیاره هیچ جا. میدونی چی میگم؟ اگه رفیق جینگت نباشن دوست دستن، رفیق دستن، به چتت، به پای چتت وای میستن، حرفتو گوش میدن، باهاشون بری بیرون حالت وا میشه. اینجا رفیق، خود من رفیق بخوام اسمشو بذارم بعد 5 سال هنوز ندارم. خب دوست آشنای خوب خیلی دارم، ولی رفیق میدونی یه چیز دیگه است، یه حالت دیگه ای داره. ولی کلا همتون میگم مثلا اینجا خب ولی خب از نظر دوست دختر دوست پسری بخوای نگاه کنی همه پارتنر برای خودشون دارن، اینم خب خوبیشه. میبینی مهم نیست تو چقدر، حالا این رک بگیم، چقدر زشتی، چقدر چاقی، چقدر کوتاهی، چقدر بلندی. خب هر کی در حد خودش داره و واقعا این تو ایران شکلی نیست. تو ایران کسی که زشته یا یه ذره حالا چاقه، هر چی شما اسمشو میذاری تا آخر محکوم تنهایی. مثلا خودم براتون یه قیاس بکنم، من تو ایران دانشجو که بودم کارم میکردم، بهش خوال و رفیقام هم میرسیدم. برای مثال من 8 صبح میزدم بیرون، 10 شب برمیاشم خونه از مغازه، بعد 4 صبح بعد بیدار میشدم که 5 به سرویس دانشگاه برسم. بعد شما فکر کن من با رفیقم که حالا هم دانشگاهی من بود گاهن تا 2 شب 3 شب چت میکردیم. خب چند سال بود؟ 18 سال بود، همیشه تو گوشی بودیم این حرفا. بعد 4 صبح هم پا میشدیم میرفتیم، باورتون نمیشه چقدر انرژی داشتیم هممون. 4 صبح تو اتوبوس هم نمیخوابیدیم، 5 صبح میگفتیم میخندیم، همه خواب بودن، ما هر کر. خب یا مثلا من تا 10 یادم شب عید بود، 10 چیه تا 12 1 من در مغازه بودم، 12 1 رفیق اومد دنبالم، همین دقیقاً ستارخان یادم نمیره اومد دنبالم، از رو فنسا پریدم اون مغازه رو بستم، پریدم اون و رفتیم شمال با بچه‌ها. خب نه خستگی میفهمید چیه نه چی، عشق و حالت چون بود این بر که شارژت خالی میشد اون بر شارژ میشدی. تو ایران دارم بهتون میگم، ولی آلمان بدیش خوب اینه، شارژت خالی میشه اما نمیتونی پرش کنی یا کم پر میشه چون دوست و رفیق نداری آنچنانی. تفریح زیاده ولی تنهایی که حال نمیده، یا با آدمایی که باشون به قول گفتنی اینجوری نباشی که حال نمیده. میدونی چی میگم؟ تهش اینه تو شرایط خوب باشی، کار زندگی خوب داشته باشی، سالی یه بار نهایتا دو بار اولاب بری، یعنی مرخصی کنی تو کشورهای دیگه. خود آلمانی خیلی میرن یونان، ترکیه و غیره، ولی خب تهش چقدره؟ یه هفته، دو هفته. برای استپ اول یا همون تصمیم گیری همین موضوعی که گفتم کافی بود که بدونی تصمیم گیری مناسب بوده، درست بوده یا نه. اگه تا الان با این موردی که گفتم کنار اومدی، پس به تبریک میگم، آلمان برای تو کشور مناسبیه، تصمیم گیریت هم درسته. حالا تو قسمت بعدی میخوام بهت بگم که سعی کنی از کدوم راه بیای، کاری بیای، تحصیلی بیای، پناهندگی حتی میخوام توضیح بدم، فرق این ستا رو بدونی و به کدوم شهر و ایالت ها سعی کنی بیای، فرقاش چی هستن. خب من بهت توضیح میدم، تو خود انتخاب کن ببین کدوم مناسبته. خب
میگم حرفایی که زدم همش دلی بود، حرفایی که زدم همش واقعا چکیده چند سال زندگی تو آلمان بود. شاید ساده بود، شاید کوتاه بود، ولی برای قسمت اول به نظرم کافی بود. قسمت‌های بعدی پیچیده میشه، دقیقا مثل معلما که میگفتن جلسه اول آسونه بعد سخت میشه. واقعا سخت میشه، چون جلسات بعدی قرار اطلاعاتی که وارد بشه خیلی بیشتر باشه، قرار خیلی پراکنده‌تر حرف بزنیم. این فقط برای کسایی بود که خیلی ساده اومدن ویدیو رو ببینن آقا آلمان برام مناسبه یا نه، اگه این ستا رو داری مناسبه، اگه این ستا رو نداری مناسب نیست. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. لذت که چه عرض کنم، چیزی یاد گرفته باشید. چیزی یاد گرفتن برای خیلی ها، یکیش خود من، لذت بخشه. کمکتون تونسته باشم کرده باشم برای تصمیم گیری. اگه تصمیمتو گرفتی ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنی، لایک کنی، کامنت بذاری نظرتو، دوست داری راجبه چه موضوعی حرف بزنم بگو تو ویدیو بعدی استفاده کنم، چون من تا وقتی سوال شما رو ندونم نمیتونم جوابتون رو بدم. به قول آلمانی‌ها یه ضرب المثل باحال دارن، میگن فقط به کسی میشه کمک کرد که حرف بزنه. یعنی شما تا وقتی مشکلتو نگی نه کسی کمکت میکنه نه مشکلتو حل میکنه. پس شما هم خجالت نکشید سوالاتتون از من بپرسید، یا اگه موضوعی هست دوست دارید من راجبش حرف بزنم توی کامنت ها برام بنویسید. مطمئن باشید من میخونم، جواب میدم و ازش چکیده میگیرم برای ویدیوهای بعد. مثلا اگه الان سوالت اینه که بین تحصیلی بیای یا مثلا کاری بیای، توی ویدیو بعد جوابشو میگیری. مثلا میدونی چی میگم؟ یا یه مبحثی رو به من میگی که من یادم رفته، تو ویدیوهای بعدی ازش استفاده میکنم. میدونی چی میگم؟ امیدوارم که استفاده کرده باشید این ویدیو، تصمیمتون رو گرفته باشید. ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، خیلی مهمه، کلی کار باهاتون دارم، کلی اطلاعات قرار بهتون بدم. لایک و سابسکرایب و کامنتیاتون نره، این تنها راهیه که به من حمایت میدید و من میدونم که اوکی دارم برای چند نفر کار مفید میکنم، بذاردم و بدم. و اینکه براتون آرزوی موفقیت روزافزون میکنم، امیدوارم که هر روز به هدفتون نزدیک و نزدیک‌تر بشید. تا ویدیوهای بعد، فعلا.